بیشتر صحبت میکنم در رابطه با خانم ریحان آزاد، عضو مجلس نمایندگان. سلام، شما خوش آمد. خانم آزاد، سال هشتم مجلس نمایندگان یا شورای ملی هم دوباره شروع شد. صحبت شما در این رابطه چی است؟ تشکر. در قدم نخست، روز هشتم مارچ، روز همبستگی زنان را به تمام زنان دنیا و به خصوص زنان کشورم از صمیم قلب تبریک میگم و خدا کنه که این روز هم مثل که آغازش امروز بود از نیویورک و حتی اونا تانست که به اون هدف مبارزه ای را که شروع کرده بود و امروز واقعا خوابهای از اونا به حقیقت تبدیل شد و یک روز زنای افغانستان هم شاهد چنین روزی باشه که حداقل به دستگولی و به مراسم ها ختم نشه، بلکه در تصمیم گیری های مهم و همچنین از واقعیت مثل که زنم یک انسان هست و بتانند در کشور تبارز بکنه و ما او روز آرزوشان را دارم. و همچنین سلام خدا خدمت شما و بینندگان عزیز تقدیم میدارم و مرقم که یاد کردن و البته هشتمین دوره بود که ما نباید در هشتمین نشست می بود و باید انتخابات می شد و انتخابات یک از راه های بسیار مهمی من فکر می کنم که حکومت دموکراسی و عدالت و برابری و حکومت مردم بالای مردم هست که مردم واقعا بیاید انتخابات را در انتخابات اشتراک بکنه و همچنین نماینده های واقعی خود همچنین در پارلمان و همچنین در ریاست جمهوری که من فکر می کنم که مهمترین چیز در افغانستان و در آینده افغانستان انتخابات افغانستان است که خدا کنه که ای را حکومت فعلی و نمایندگان مردم جدی بگیرن و هر چی زودتر انتخابات برگزار شود، چون یکی از آرزوهای مردم هست که حداقل بتونن نمایندگان واقعی خود و رقم که در قانون اساسی پیش بینی شده و باید برگزار شود. که حکومت نتونسته کار خانگی خود انجام بده، یعنی انتخابات ها برگزار بکنه و امروز ما پارلمان جدیدی را افتتاح میکردیم، در کنارش فکر نمیکنین اعضای مجلس هم مهر تاییدی به ادامه کار غیرقانونی که ادامه مجلس هست گذاشتن؟ من فکر میکنم که این نه بلکه آرزوی مردم هست که باید انتخابات در وقتش میشد و همچنین بعضی از نماینده ها اکثر چک ما میشناسم و حداقل واقعا مشکل هست و اصلا ما میتونیم صادقانه بگوییم که اصلا دوره هشتم یعنی غیر قانونی هست و ما باید انتخابات را نو می داشتیم، امروز پارلمان نو باید می بود که من فکر میکنم که از کمکاری های حکومت هست که باید وظیفه خود به سر وقتش انجام میداد یا انتخابات میشد. ولی چیزی که امیدوار کننده بود برای مردم افغانستان و خانه ملت، دیروز جلالباب محترم رئیس جمهور بسیار با قاطعیت اشاره نمود که و تاکید کرد سر انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی، شورای ولایتی و شورای ولسوالی که برای مردم افغانستان امیدوار کننده بود. ولی همیشه چنین گپای بسیار خوبی زده میشه، ولی خدا کنه که مردم افغانستان این را در عمل ببینه و مردم افغانستان خسته شده و باید نماینده واقعی مردم. مجلس نمایندگان راه حل قانونی دیگه ای نداشت که به مجلس ادامه نده؟ من فکر میکنم که امر رقمی که در بعضی از ماده های قانون پیش بینی شده یا گفته شده که حتی باید تا زمانی که می پارلمانی جدید و باید کرسی ها را تحویل داده میشه به وکلای جدید و از امو ماده بیشتر ما فکر میکنم که بیشتر امروز استفاده صورت میگیره و فکر میکردن که اگر خانه ملت وجود نداشته باشه و شاید کسی نباشه که نظارت بکنه. ما فکر میکنم بین دلایل است که ما فکر میکنم اینا دلیل شده نمیتونه و باید انتخابات برگزار میشد و باید امروز ما پارلمان جدید می داشت. تاثیرگذاری مجلس چگونه بوده خصوصا بعد از سالی که دورهشان تمام شد تا حال؟ ما فکر میکنم که نه بلکه دورهشان که تمام شد از اول شورا، البته ما به حیث نماینده مردم راضی نیستیم، ما میتونستیم که نظارت دقیق از عملکردهای حکومت میداشتیم یا حداقل کارهای که وظیفه نماینده یک نماینده بود یا نماینده مردم بود و ما تا بنا شما شاهد نیستیم که حتی در دو دور ما حتی موفق شده باشیم که نظارت دقیق از حکومت یا از کارکردهای حکومت داشته باشیم. ما بغیر از اینکه مثلا بعضی از قوانین ها پاش شده که به نفع بوده، ولی کار نظارت را من فکر میکنم خیلی جدی و مهمتر است که من باور من این هست که اگر عذاب در قانون اساسی جای داده میشود و اگر ما امروز پارلمانی حزبی میداشتیم با مراتب
با باور ما قوی تر می بود و بیشتر تمرکز یا حداقل تاکید سر منافع مردم صورت می گرفت و که متاسفانه هیچ چیز نشد و ما آرزو داره مردم افغانستان که در آینده چنین باشه و چیزی که نماینده یک چیزی که وظیفه یک نماینده هست و ما فکر می کنم یک بخش مهمش مثلا نظارت هست که او تا بنوز جایش خالی هست و ما تا بنوز نتونستیم متاسفانه که نظارت دقیق از حکومت داشته باشیم. پس بود و نبود مجلس تفاوتی نداره؟ من فکر میکنم که این میتونه یک خالقه بوده باشه، ولی بود و نبودش ما نمیتونیم چنین بگویم، ولی بعضی قوانینش پاش شده و بعضی مثلا اگر ما میخواییم که واقعا دموکراسی را تجربه بکنیم و ما اگر میخواییم که واقعا بیشتر تاکید شوه و یک افغانستانی که در حالت جنگ هستیم و یک پارلمانی نوپا هست و ما فکر میکنم که اگر بگیم که هیچ نباشه و خوبتر از این است که اگر نماینده که مشکل داره اگر گفته شوه که هیچ تاثیرگذاری نداشته با مراتب بهتر است که ما یک نهاد زیر سوال ببریم، به خاطر از اینکه اگر واقعا هر شخصی که مشکل داره باید چنین توقعی ماست که حداقل مردم افغانستان دقیق نظارت داشته باشه و حداقل برداشت می هست که ما نمیتونیم حتی بس پارلمان را یا یک نهاد زیر سوال ببریم، ما میتونیم نماینده ها را زیر سوال ببریم، کسایی که واقعا مشکل داره. اگر انتخاباتی برگزار بشه آنچنان که حکومت گفته، بعد از اینکه دوره شما تمام بشه، شما حداقل خودتان و اگر در کل مجلس بگین در همین مدتی که کار کردن چه دستاوردهای کلانی میتونن از موضوع قانونگذاری بتونن برای مردم داشته باشن که ما چنین قوانین را تصویب کردیم و خود ما ایجاد کردیم و اینا دستاوردهایی است که برای آینده افغانستان میتونه خوب باشه؟ ما فکر میکنم که ما میتونیم نه بلکه ما در عموم بعضی از قوانین هست مثلا که میتونه مثلا در بخش اقتصاد هست و قوانینی مثلا صحت وقتی که پاشد و اینا به طور مثال است، یا مثلا آزار اذیت خیابانی و مثلا قوانینی برای اطفال و بعض قوانین دیگه هست که میتونه که ما را کمک بکنه. شاید یک چیزی قوانینی بوده که فرستاده شده و تصویب شده، نه که خودشان نه. من فکر میکنم که بعضی جاهایی هست که شاید ما میدقه یا قوانین هست که ما متوجه نشیم و در آینده متوجه خود شدیم، ولی ما نمیتونیم بگیم که کمکاری هم وجود نداشته. ما یعنی هر دو طرف را میپذیریم، ولی ما باورم است از اینکه هیچ نباشه، ولی خوب از یعنی حضورش بیشتر حداقل یک صدای بوده که صدای مردمی که حداقل از دوردست یا ولایت ها یا مشکلات و چالش ها آمده حداقل به نمایندای مردم صدای خود کشیده و بعضی قوانینی بوده که ما فکر میکنم که بسیار زود نتیجهش را ما نبینیم و در آینده مردم افغانستان را خاطر. حالا که حکومت وعده داده، شما کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات را میبینین، با مدت زمانی که مونده با توجه به اون زمانی که تعیین شده فکر میکنین ما انتخاباتی خواهد داشتیم؟ البته مردم افغانستان مردم افغانستان انتظارشانی هست و ما هم به اسم نماینده های مردم انتظار مایی هست که باید انتخابات هم رقمی که بسیار برای مردم افغانستان مهم و سرنوشت ساز هست و حکومت افغانستان و خانه ملت هرچی عاجل باید این مسئله را جدی بگیرن و دیگه با سرنوشت مردم نباید از این بیشتر بازی صورت بگیره و انتخابات برگزار شود که مردم حداقل نماینده خود انتخاب کنه و سرنوشت خود حداقل در آینده انتخاب بکنه و همچنین خوب است که کمیسیون انتخابات هم وظیفه را که داره و حداقل با وظیفه خود عمل بکنه و هر چه زودتر بودجه باید برش پیدا شود و همچنین از نگاه امنیتی باید کشورهای بین المللی ما را کمک بکنه تا اینکه ما بتونیم انتخابات خود برگزار بکنیم، به خاطر که انتخابات حیاتی ترین چیز یک آب حیاتی برای مردم افغانستان است و در آینده افغانستان است و باید برگزار شود. اگر انتخابات در سال آینده هم برگزار نشه، شورای ملی همچنان با کار خود ادامه خواهد داد؟ من فکر میکنم که باید انتخاب باشه و ما تاکید ما بیشتر سر انتخابات هست و نباید از این بیشتر دوام پیدا بکنه. ممنونم از شما. هم ریحانه آزاد، عضو مجلس سنا. مجلس نمایندگان. بسیار ممنون.